قصه عجیب و حادثه بزرگ که پیش از تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم رخ داده است. آغاز این قصه این است که ابرهه الاشرام والی یمن از طرف پادشاه حبشه تصمیم گرفت که در شهر صنعا پایتخت یمن کلیسای بنیاد کند. عرب ها را برای حج آن کلیسا ایواز از حج خانه کعبه دعوت کنند و مقصد او این بود که تجارت و فایده آن را از مکه به یمن بگیرد. ابرهه این مسئله را به پادشاه حبشه پیشنهاد کرد. او به این پیشنهاد موافقت کرده راضی شد. پس او این کلیسا را که خیلی بزرگ بود بنا کرد و آن را القلیس نامید. پس مردی از قریشی ها آمد و با دیوارهای آن نجاست مالید که این کارش از روی خشم و غضب به ابرهه شد. پس آن مرد رفت. وقتی که ابرهه چنین حالت را دید غضبناک شد و برای گرفتن مکه مکرمه و خراب کردن کعبه لشکر را آماده کرد و او با خود 13 فیل داشت. در بین این فیل ها فیل با نام محمود که آن کلانترین آنها بود. پس به سوی مکه حرکت کردند. هیچ همسایه های عرب در رو بروی آنها استاده نمی توانستند، مگر آنهایی که با او جنگیدند و او را مغلوب کردند. حتی آنها به نزدیکی مکه رسیدند. میان آنها و پیر مکه عبدالمطلب ابن هاشم بابای پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتگو شد. گفتگوها با برگردانیده دادن گوسفندان عبدالمطلب بود که از طرف ابرهه آن به آخر رسید. پس مسئله کعبه آمد. عبدالمطلب به مردان اهل مکه امر کرد که شهر را ترک کنند. با زنان و فرزندان خود به بلندی های کوه برایند. ترس از آن که مبادا به مصیبت دوچار نشوند. از این لشکری جنگنده و ظالم ستمگر. پس ابرهه حرکت کرد و به وادی محصر رسید. و وقتی که لشکر به مابین وادی رسید، آنگاه گروهی پرندگان پی هم بالای سری آنها پیدا گشتند و با آن لشکر سنگپاره ها را پرتافتند که هر یکی آن سنگپاره به مثل نسک و یا نخود بود. وقتی که سنگ به سری یکی از آنها می افتاد، آب شده گوشتش را پاره پاره می کرد. حتی اینکه همه ای آنها هلاک شدند و ابرهه گریخت که گوشت بدنش آویزان شده بود. پس او در راه هلاک گردید. این یکی از آیات و نشانه های الله سبحانه و تعالی بود و این یاری و نگهبانی الله تعالی به ساکنان حرم شریف و حامیان کعبه بود و این یکی از نعمت هایی که به قریشی ها داده شده بود. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم فرمود: آیا ندیدی که پروردگار تو با اهل فیل چگونه معامله کرد؟ آیا بد اندیشی آنها را در بیفایدگی نساخت و بر آنها پرندگان را گروه گروه فرستاد که به سوی آنها سنگریزه ها از سنگیل می انداختند؟ پس آنها را مانند کاهی خورده شده گردانید.